یک سفر از سایه سوی آفتاب، یک بپاخیز پر از شور و شتاب، یک سلام پرپیام همدهی، یک کلام از جنبش و از انقلاب. سلام برنامه زمان برخواستن همینه. برنامه زمان برخواستن هم خودش یک فرصت برای یک پیام، برای شور و شتاب، برای برخواستن، برای تغییر شرایط زندگی مردم. با ما همراه باشید. ابتدا با پاراگراف دوست. اینها کفن پوشیدند. گامی بلندتر در اعتراض علیه کارگزاران چپاولگر. کشاورزانی محروم در شهر سامان که نزدیک به 2 سال است مرتباً در برابر ادارات استان چهارمحال و بختیاری تظاهرات می‌کنند تا فریاد خود را علیه انتقال آبشان به تونل کوهرنگ و بهشت‌آباد برسانند. مزارعشان خشک شده و بسیاری از آنها روستاها را ترک کردند. حالا پیامشان این است که تا پای جان برای خواسته من ایستاده ایم. نه تهدیدات و نه اعراب‌های نیروی سرکوبگر و نه وعده‌های فریبکارانه هیچ کدام دیگر آنان را از عزمشان برای دستیابی به حقوقشان باز نمی‌دارد. حاد شدن رویارویی کشاورزان با رژیم آخوندی در سایر روستاها و شهرها هم ادامه دارد. از جمله کشاورزان شهرستان گهواره و منطقه گوران در استان کرمانشاه در اعتراض به نداشتن سهمیه کود دست به اعتراض زدند. یکی از کشاورزان کرمانشاه در مورد خرید ارزان محصولات کشاورزی گفت: تو رو به خدا، مشکل کشاورزان نخودکار و کرمانشاهی رو به علت بستن تعرفه صادراتی زیادی که روی محصول نخود گذاشتن، قیمت نخود به شدت پایین آمده و باعث زیان و ضرر یک کشاورز شده و نخود این دو سال، یعنی از سال 91 و 92 همش تو انبارا مانده و در حال خراب شدن و داره کر میخورن. در جیرفت هم کشاورزان در اعتراض به پایین بودن قیمت محصولاتشان، محصولات و میوه‌های خود را جلوی فرمانداری این شهر بر زمین ریختند. کاری که کشاورزان آبیک قزوین نیز انجام داده و میوه‌های خود را در معابر عمومی بر زمین ریختند. رژیم آخوندی برای پیشبرد سیاست‌های ضد مردمی خود از جیب کشاورزان محروم هزینه می‌کند. اما اعتراضات کشاورزان طرح و برنامه آنان را به هم زده است. بر اثر سیاست‌های چپاولگرانه و ضد تولیدی رژیم آخوندی، ظرف 8 سال گذشته میزان واردات کشاورزی 3 برابر شده است. روز 10 اردیبهشت رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: طی سال‌های 83 و 84 میزان واردات کالاهای کشاورزی و محصولات غذایی به کشور سالانه نزدیک به 3.5 میلیارد دلار بوده است. صفای افسود همچنین در سالهای 91 و 92 میزان این واردات حدود 14 میلیارد دلار در هر سال بوده است، یعنی ارزی که باید به توسعه زیرساختهای کشاورزی کشور اختصاص پیدا می‌کرد صرف واردات شده است. این البته روشی است که همچنان ادامه دارد و از این رو خشم فزاینده کشاورزان و تشدید رویارویی آنان با حکومت آخوندی تلاشی است که آنان برای جلوگیری از نابودی زندگی و کشت و زرع میهن میکنند. امروزه در تمام دنیا تلاش های گسترده‌ای برای حل مشکل مسکن و خارج کردن این دغدغه از زندگی مردم صورت میگیره. در این رابطه تجارب بسیار موفقی هم در کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته وجود داره، به طوری که بعضی از کشورها با انباشت مسکن مواجهند. اما رژیم آخوندی به مقوله مسکن تنها و تنها به دید چپاول نگاه میکنه و با هر نیرنگ و فریبی که بتونه جیب مردم رو خالی میکنه. مهر ما 4 سال پیش ثبت نام کردیم و پولش رو به موقع پرداخت کردیم و کار نمی کنن، کار خوابوندن. الان 8 میلیون رو منو میگن 26 میلیون، نمیدونه مونده چی کار کنیم.
برای مردمی که به هر بهانه‌ای باید میلیون‌ها تومان پول به جیب کارگزاران رژیم در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن بریزند، چاره چیست؟ جز رفتن به سمت اجاره نشینی؟ اما در آنجا هم با گرانی سنگین مواجهند. در هفته آخر اردیبهشت روزنامه حکومتی ابتکار نوشت با توجه به کاهش 23% قدرت خرید خانه در سال گذشته، تقاضای اجاره نشینی به ویژه در کلان شهرها 15% افزایش یافت و اکنون بیشتر تمایل متقاضیان برای اجاره واحدهای مسکونی کوچک است. این رسانه حکومتی ادامه داد هم اکنون حداقل نرخ اجاره یک آپارتمان کوچک در شهر تهران ماهانه 900,000 تومان است که به گفته وزیر مسکن میزان اجاره خانه در سال جاری 8% افزایش داشته است. بر اساس آخرین آمار درآمدسنجی، برای طرح انصراف از یارانه ها 63% مردم ایران درآمدی زیر 600,000 تومان و 16% هم زیر 800,000 تومان درآمد دارند، یعنی 79% مردم با هزینه کردن تمام درآمدشان حتی توان پرداخت یک ماه اجاره خانه را ندارند. با این همه دستگاه چپاولگر آخوندی در مسکن مهر بی‌وقفه و در همه جا خون مردم را در شیشه می کند. شهر جدید پرند چند سال پیش ثبت نام کردیم برای خونه‌های مسکن مهر که گفتن 70% هم ریختیم به حساب، بعد توی قرارداد نوشته که 30% الباقی رو زمان تحویل واریز نماید، اما الان به ما اطلاع دادن که یعنی اسمس فرستادن که بیاین اون 30% هم واریز کنیم. قرار بوده این خونه ها رو اردیبهشت پارسال یعنی اردیبهشت 92 به ما تحویل بدن که تا امسال طول کشیده. امسال هم میگن بیاین اون 30% الباقی رو بریزید، 36 به شما تحویل میدیم، یعنی 36 93 به شما تحویل میدیم. تکلیف ما مردم چیه؟ این اخاذی های مستمر از مردم ایران در حالی است که به گفته یک کارشناس اقتصادی رژیم به نام حسین راغفر در روزنامه حکومتی اعتماد در 20 اردیبهشت 93 همین حالا در شرایط کنونی در بسیاری از کشورهای دنیا برای مسکن اگر کسی بخواهد وامی بگیرد، دولت‌ها یارانه‌های قابل توجهی به مردم می‌پردازند. همین حالا در انگلستان کسی که برای نخستین بار قصد خرید مسکن دارد، دولت 20% از قیمت مسکن را به صورت وام بدون بهره به فرد می‌دهد. از 80% باقی مانده هم 70-75% را بانک با نرخ‌های ترجیحی 4% وام می‌دهد. رژیم آخوندی علاوه بر چپاول مردمی که می‌خواهند خانه بگیرند، از هیچ نوع اخاذی کوتاهی نمی‌کند، بلکه میلیاردها تومان به اسم تأمین خدمات آب و برق و گاز از مردمی که با هزار مشکل خانه ساختند یا خانه خریدند اخاذی می کند، اما هیچ اقدامی برایشان نمی کند. اینو شرک امام حسن مجتبی. چند وقت این شرک ساخته شده؟ حدودا 7 سال این شرک ساخته شده. 5 سال اولین خونه رو من خودم کلنگیشو زدم اینجا اومدم. الان آب نداریم، امکانات چی نداریم، گاز نداریم، این وضعیت کوچه هامونه، زن بچه مردم در عذاب. یک سالی که اومدیم داریم زندگی میکنیم اینجا، نه امکانات گاز داریم، نه کوچه هامونه که شما نگاه کنید خاکی باکیه، برق اونم که الان مشکل داره، اصلا پلده برق نداره، هر شب قطع. بعد مشکل آب داریم اینجا. ما اول آب لوله کشی که نداریم، بعد خودمون موقعی که اینجا رو ساختیم چای آب کندیم. چای آبم که بهداشتی نیست، شوره و آهک و این حرفا. گاز نداریم، نمیدونیم چیکار کنیم. فرمانداری رفتیم، بخشداری رفتیم، هر جایی رفتیم هیچ جواب. من رفتم پیش بخشدار قلعه‌نو، میگم آقا علمک گاز تا خونه های ما شاید 500 متر نیست، هیچ جوابی اون نمیدن.
دوستان بیننده، از روز چهارم اردیبهشت که رژیم آخوندی باز هم بر تبل گرانی قیمت‌های سوخت‌کوبی و قیمت بنزین رو 75% و گازوئیل رو 60% گرون کرد، شاهد اعتصاب مکرر رانندگان تاکسی و خودروهای سنگین علیه این چپاولگری بزرگ از دسترنجشون بودیم. پای صحبت تاکسیدارها میشینیم. ترافیک سنگین، دود گازوئیل و بنزین، جریمه های راهنمایی رانندگی و خیلی دغدغه های دیگه کم بود که گرونی سوخت هم بهش اضافه شد. این حرفای حسین آقا بود که توی تاکسی به من در میون گذاشت. حرفای حسین آقا حرف همه تاکسیدارها بود. از جمله این که از کارتون رضایت داری؟ نه، رضایت ندارم. چرا؟ چون هزینه زیاد، درآمد کم دیگه. ما که سنمون بالاست، این شغل خوبی نیستش. چرا؟ تو خاطر که پشتوانه نداری، یه روز نیم واسه کار، واسه فرداش هیچ چی نداری بخوری. تو ایش همیشه درد سر داره، موزن داره. لاستیک گرون، باتری گرون. باتری که پارسال 70 گرفتیم، الان داریم میگیریم 300,000 تومان. 4 برابر. لاستیکی گرفتیم جفتی 120 تومان، الان داریم میگیریم 350 تومان. معضلات یکی دو تا نیست که. یعنی با ریال داریم کار میکنیم، با دلار داریم خرج میکنیم. به خدا استهلاکش نمیاد داریم پشتیم ماشین میشه. هر 60,000 کیلومتر این ماشین یه تسمه تایم میخواد، یه تسمه دینام میخواد، بوربرنگ سفکوم میخواد، هر 60,000 تا. 4 دست لنت میخواد، 6 تا روغن، 6 دفعه بار روغنش عوض شه. خدمت درست کنم، این سرویس 60,000 تایشه. اینو شما همین یه قلم جنس رو حساب کنی ببینید تای این 60,000 تا راننده چقدر درآمد داشته، چقدر خرج کرده. او وقت وضع زندگی راننده رو بیان توشو نگاه کنیم ببینید چه خبر. حسین آقا میگفت 48 سالمه، با اینکه بیش از 30 سال دارم رانندگی میکنم ولی هیچی ندارم، انگار روز اولمه که دارم کار میکنم. حسین آقا، گرونی بنزین چقدر رو کارت تاثیر گذاشته؟ اگه تا دیروز دخلمون به خرجمون نرسید، حالا چند برابر بیشتر شده. گفتن شیب ملایمه، ولی یه دفعه 300 تومان گذاشتن رو بنزین، یعنی 75% گرونتر، ولی فقط 20% اجازه افزایش کرایه رو به ما دادن. شما حساب کن ما خرجمون از کجا بیاریم. تازه این یه طرف قضیه است، اون برش هم مردم هم که دیگه پولی ندارن سوار تاکسی بشن. دیدم این فقط حرف حسین آقا نیست، بقیه تاکسی دارا هم همینو میگن. مسافرم که نداریم، الان ما ساعت 4 گفتم بیاد اینجا، الان اومدیم تقریبا 10-20 ماشین اینجا تو پارکینگ هستیم، شاید 1 ساعت دیگه نوبت تو میشه، بعد هم میخوریم به ترافیک. حداقل ما میتونیم شاید بعد از 3 سرویس بریم. خیلی دلش پر بود، ما داشتیم به مقصد میرسیدیم که انگار تازه سر درد دلش باز شده باشه، رو من کرد و گفت من از صبح چندین سرویس رفتم تو شهر ولی حدود 10 تا سرویس خالی برگشتم، مسافر نبود. درآمد امروزم از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر تقریبا 20,000 تومان شده. با 20,000 تومان تو این موقع چیکار میشه کرد؟ الان چند روزی که ما فهمیدیم که راه حل فقط تو اعتراض و اعتصابه. اگه همین اعتصابا رو هم نکرده بودیم، همون 20% هم کرایه ها رو اضافه نکرده بودن. اینا چیزی به ما نمیدن، خودمونیم که باید از حلقومشون بیرون بکشیم. پاسخ آتشی که خانمان ایران و ایرانی را سوخته، آبی است به نام نه. پاسخ دارها و تنابهایی که بر گلوها پیچیدند، آتشی است به نام نه. پاسخ شلاقها که خط درد را بر پشت ملتی نوشتند، کلامی سرخ است به نام نه. دوستان عزیز، برنامه امروز زمان برخاستن رو با امید به نابودی حاکمان ضد ایرانی و ضد مردمی در ایران و رسیدن به آزادی و بهروزی به پایان میبریم. آدرس‌های فیسبوک و سایت زمان برخاستن پیوسته در اختیار شماست تا بتونید خبر، گزارش، عکس و فیلم از مشکلات اجتماعی و اعتراضات مردمی رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارش. Hey, shall see the Zulman Kish, hey, Sheikh.
خدمت به